بینده های عزیز سلام و احترام به شما. امروز جمعه مورخ اول اکتبر 2021 از شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان از احمد استودیو در خدمت شما قرار داریم. دوستای عزیز، در برنامه امشب خواستیم روی موضوع موسیقی و خاصتا موسیقی خرابات در افغانستان و چالش هایی که در حکومت طالبان موجود است با آقای استاد حسین بخش. استاد حسین بخش از کشور ناروی و آقای سید حکیم سپاس مسئول استودیوی پامیر در شهر بن آلمان صحبت های داشته باشیم. بینده های عزیز، با تحولاتی که در افغانستان آمده، می دانیم که چالش ها و مشکلات بسیار فراوان در جامعه وجود دارد. امروز خبرهایی در مورد سانسور رسانه ها در افغانستان بود. در هر حال کشور از ماست و مشکلات هم از ماست و چالش ها هم از ما هست. خواستیم که روی یک موضوعی بسیار مشخص که موسیقی است و موسیقی هم موسیقی خرابات است، ابتدا از آقای استاد حسین بخش از کشور ناروی ایشان به برنامه خوش آمدید میگیم. سلام استاد، سلام و احترام به شما. زنده باشین سید. ما هم به نوبه خود عرض سلام و احترامات خدمت دوستداران و علاقمندان عزیز این برنامه پنجره اروپا تقدیم داشته و صحت و سلامتشان آرزو میکنم و تشکر میکنم از جناب شما آریان سید که در این پروگرام زیبایتان از ما دعوت کردین. تشکر استاد. میدانیم که همونطوری که گفتم با تحولاتی که در افغانستان آمده و با سلطه امارت اسلامی در افغانستان مشکلات آنقدر زیاد است که حتی اندک مشکلات هنر و هنرمند کمرنگ شده. به هر حال همونطوری که هموطنان عزیز ما در جریان هستند، هنرمندای زیاد ما از داخل کشور اونا فرار کردن و به کشورهای مختلف رفتن. میخوام استاد از شما بشنوم که چه خبرهای از هنرمندان خرابات دارین، از کوچه خرابات دارین، چه شما تماس های بیشتر از ما دارین، از شما میخوام بشنوم. خب ما از یک جای آرنس شروع میکنم که بینندای ما اکثریت واقع بستن اکثریت می پامن. کمه آواز بلند کنین احمد جان. بله، اکثریت می پامن، اکثریت واقع بستن که حکومت پاکستان، این حکومت از یک عمر است که در بربادی افغانستان، در بربادی وطن ما کمر بسته کرده. بله، و می خواهد که وطن ما را برباد کرد، تاریخ ما را از بین برد، آثار تاریخی ما را از بین برد. در این سر موسیقی ما میگم تو کار میکنم که موسیقی ما را، چون موسیقی هویت یک مملکت است، اینمی را میخواهد که از بین ببرد. مثل که امی دست نشانده های اجیرای فروخته شده که پیلن تعیین کرده آمدن، امی موسیقی را به نام ارام گفته، این را از بین بردن. و یا اینقدر مثلا نادان هستن که از نادانی یا حکومت لعنتی پاکستان استفاده کرده و شیخ های عرب استفاده کرده که اگر بیاییم سر اصل موضوع. بله، موسیقی رو میگیم، موسیقی که انسان یک جای وجود آمد، موسیقی که انسان یک جای وجود آمد، داده که انسان در دنیا آمد، موسیقی کتش آمد. ما چون این بحث بسیار بزرگ است، بله، این بسیار کار داره که آدم سردی بحث کنه. صرف ما شاید یک شعر حضرت امیر خسرو بلخی را بله. من میکشم که حضرت امیر خسرو بلخی میفرماید که مرا تا محرم آن راز کردن، به گوش من غیب آواز کردن، نفس در قالب آدم نمیرم، درون سینه احساس کردن. یقینا اینجا موسیقی را عظمت شبیه بینیم که موسیقی که به انسان ها آمد و دیگه بیاییم
سعی کنیم که بخونیم تاریخ اسلام. وقتی که حضرت رسول خدا جنگ را ختم میکرد، وقتی که بازگشت میشد، یک تعداد دختر و زن ها با دف و دایره و با ننگ و با نی و با چنگ در مقابلشان در استخبارشان نبرامدن. خب در جار ما این سال ها زدن از امی دیقلی اولا داریم و امی کشورهای سفاره کردن و ما رو به امی روز کشاندن. اغنی سعید کنیم خیلی موسیقی در افغانستان آرام است. زن در مابین دفترها کار نکنن آرام است. زن دختر در مابین مکتب نره آرام است. در عرب حلال است. از قدر کباره ها و رقص و بازی و موسیقی بیا در پاکستان آزد قیاد ایرمنده ای جور است. در اونجا حلال است. در ایران حلال است. در موسیقی به جان افغانستان کامد این سر ما چار تا بیاکران نادان ها موسیقی حرام است. ما قایم میشیم موسیقی حرام است. برو کنم اینی با امان خدا اونم اعلان میکنیم موسیقی حرام است. اگر کنن والا ازدی این باید در دار زدش. استاد عزیز کاملا حرف شما درست است. یقینا موسیقی جایگاه بسیار خاص داره، همونطور که شما گفتین در فرهنگ ما، خصوصا حضرت مولانای بزرگوار در مورد موسیقی بسیار اشعار نغز سرودن یک بحثی است که در این محدوده نمی گنجه. ولی می خواهم مشخص از شما بپرسم که از هنرمندا چه احوال دارین، در خرابات چه میگذره و یک تعداد از هنرمندا چند قبل میخواستن از کشور خارج شوند، نتیجه داد یا خیر؟ نظر شما چی است؟ آیا هنرمندا در داخل افغانستان بوانن همه فرار کنند؟ از اخباری که از کابل داریم قصه کنیم. آریان سید، ما فکر بایی میکنم که ما یک خراباتیستم. بله. و خرابات زندگی کردیم، در خرابات تولد شده، از اجدادم خرابات هستم. انبیالا از آل اول خراباتی خود بیخبر نیستم. از آل اونرمنده خود. یکان روز ده دفعه و پانزده دفعه خود ما که از یا به تماس دارم کرد. هر کدام از یا به تماس دارم. و وضعشان رو میبینم که بسیار وضع خرابه دارن. امروز هنرمندای ما سازار ایلا کردن کچالو فروشی میکنن. تبن ماندن. جواری فروشی میکنن. پیاز فروشی میکنن. و با آلت بسر میبرن که لباس های خود در چمن حضوری برای فروش کشیدن. کار مال خانه خلاص شد به پولی و حتی لباس های جان خود کشیدن برای فروش. اینو تو آل به آل بسیار به قدبار بسر میبرن. شما بیشتر فرمودین که هنرمندا گریختن پاکستان رفتن. اگر رفتن هم باشه بیرون از خرابات رفتن، نه از خرابات. به خاطر اینکه خرابات نان خوردن خود ندارن. چی رسه به اینکه او یک پاسپورت بگیره و یا تکت کنه و بره پاکستان. ما به این قدر برای شما میدونم. بله. استاد چند قبل از منزل پدری شما شادروان استاد رحیم بخش بود به یک موزیم تبدیل شده بود و ویدیوی هم به نشر رسید. در این مورد چی میگین؟ در این حالت موجود در چه شرایط قرار داره و او خانه یا او موزیم هنوز موجود هست یا خیر؟ صاحب جناب امین صاحب طالبان امین این لطف مهربانی رکت وی دل سوزی رکت که واقعا امی منزل استاد رحیم بخش با موزیم موسیقی تبدیل کنه و به اصطلاح آمد اما چارده بغلش هم جور کرد. خانهایی که در ایشگان خانه قکا بود و هم از من برد تمامش بلکل زمین اما تا صاف صاف که میخواست که آبادی را شروع کنم در اقتدادم موال هم انداخته بود. بله. مواد امیراتی را هم انداخته بود که به اصطلاح سر معمارا این آباد کنند. این را توی اگم شد او هم همونطور ما جای به جای اونجا ما. بله. قابل تأسف است. استاد یک نظر اگر بیاندازیم در موسیقی در 20 سال گذشته در افغانستان، البته موسیقی در افغانستان از یک نقطه نظر بسیار خوب رشد کرد و از طرف دیگه هم
موسیقی کم و بیش به ابتذال کشانیده شد. یک نظر شما را میخوام داشته باشم که در 20 سالی که گذشت چقدر شما موسیقی افغانستان سالم و یا هم ناسالم میبینید؟ صحیح بیتر از که موسیقی اگر بگویم که نیم جانم مرده بود کدام موسیقی؟ کدام موسیقی مرده بود؟ موسیقی کلاسیک گلم جمع شدن در افغانستان. بله. موسیقی غزلخانی 50 و چند تا تلویزیون ها بود، در یک تلویزیون یک شب آهنگ غزل نمی‌خوندن. غزل از افغانستان برداشته شد. موسیقی کلاسیک از افغانستان برداشته شد. یک ما انداختانم تلویزیون ملی اگر یکان پارچه می‌مان. من خودم در سال 2013 رفتم 40 پارچه یعنی من تلویزیونی ثبت کردم. اونمو اولی که ما اونجا بودم که امو را امو پرگرام ما تا امروز دیگه او از او بودم چیزه نبود. موسیقی برای کیا بود؟ برای کسایی بود که دو تا دکتر پشتش از تاجیکستان بازی کنن و موسیقی اونتو موسیقی اونو بسیار روش کرده بود. اونتو موسیقی ها روش کرده بود که نه شعر قابل شنیدن بود، نه موسیقی دیگه از گوش خلاص شده بود، فقط از چشم فقط با چشم موسیقی رو میدیدی که واه 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 چطور دوتا میرخصه واه 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 چی کمرک میزنه چی گردنک میزنه. اونو تو موسیقی روش کرده بود، موسیقی خوب روش نکرده بود، موسیقی خوب برباد بود. اجازه بده استاد که در این صحبت آقای سید حکیم سپاس مسئول استودیوی پامیر هم شریک بسازیم. آقای سپاس بسیار خوش آمدین به برنامه ما. سلام و احترام به شما. عرض سلام و احترام بر شما، بر استاد محترم، همچنان بر احمد جان استودیو. امیدوار هستم که از صحبت های استاد تمام جوانایی که میشنوند برمن شوند. ما باید براتان بگویم که من مدت 20 سال آخره که از 91 به این طرف استودیو رو افتتاح کردیم اینجا کار میکنم در راستای موسیقی. او دوران اولام که ما شروع کردیم طالبا 86-9 آمده بودن و 1991 بسیار هنرمندا از افغانستان برام آمده بودن، یک تعداد زیاد که در آلمان آمدن شناختیم. اونام وضعیت خوبی نداشتن، مهاجرت نو شروع شده بود، از نگاه اقتصاد چیم نبود اوقدر برایشان میسر نبود، باید زبان آلمانی رو یاد میگرفتن، استودیو می بود و از غیره و غیره. با وجود می کارم یک تفاوت بین آل و 20 سال پیش است. تفاوتش ایست که ما خود جمع کردیم بدون از این که گناه را سر نفر سیوم پردیم، برای از این که 40 سال کودتا و انقلاب و هرچی که نامش را میمانید تاثیرش تنها در سیاست نیست، تنها در ملت و مملکت، بلکه در سر سنانانه و فرهنگ و موسیقی ما تاثیر زیاد داره، تاثیر منفی زیادتر داره از مثبت کده. استاد محترم پیشتر فرمودن که هویت ما و شما را میخواین خراب کنن، جای شک نیست، در جنگ الوا تقسیم نمیشه. اما ما چی میکنیم؟ مهم است که در این قسم حادثه هایی که رخ میده جوانایی که موسیقی رو آوردن یا در افشار هنر، تنها موسیقی نه، تمام اینا ضربه میبینن. سینماگرها ضربه بسیار بزرگ دیدن و میبینن تا باره در سه رسامی، نقاشی، مجسمه سازی، تنها شاعرای محترم، اینا تمامشان تناستن و خود سپرده شدن. و چیزی که کمبودی است که در هر راستای افغانستان ما تا بال در زندگیم تجربه که کردیم به اتفاقی است که او سبب میشه که ما هر کدام بر خود تنها کار کنیم. اگر یک شهر هنر، این انجمن ها یک جای شوند و یک جای به یک قدرت و یک قوت کار کنند، سبب میشه که ما دسترسی به هم از نگاه مالی پیدا کنیم، هم از نگاه نشراتی. سعی کنید وقتی که شما، من شما را آقای آریان
30 سال که میشناسم این زحمت که میشید، یعنی من میبینم که میگن گرفته گریبان و من دامنش را نه او میگذارد نه من میگذارد. یعنی شما ولکن گفته ایرانی ها ولکن نیستن و اما هم همتر است. من عشق موسیقی نیست بلکه تنها خود موسیقی نیست بلکه ابعاد مختلف موسیقی. آقای سپاس، ما سر کارهایی که پیشنهادات مشخص شما میاییم که چی باید کرد، سر از او که چقدر امکانات از این موجود خواهد باشه که بتانیم در برون مرزی هنرمندان را کمک کنیم. از استاد میخوایم بشنوم که چه پیشنهاد دارین استاد شما منعیس پستر استاد بزرگ استاد در این بخش که خودتان یک استاد بسیار مسلم هستین در موسیقی، پیشنهاد شما به امارت اسلامی طالبا چی هست؟ چگونه بازنگری شود این کار؟ چه کمک هایی میتونن به هنرمندان کنن؟ شما پیامتان را بدین، این برنامه را به می خاطر گرفتیم. متاسفانه ما در این برنامه از طرف طالبا کسی را نداریم، حتما این پیام ها برشان میرسه. شما چه پیام دارین برای طالبان؟ ما یک چیزی برای شما عرض کنم که مثلا طالب صاحب تقریبا یک امتحان پیشتران بودن، در امتحان گذشتان سر موسیقی ناکام بودن، یا خاطر موسیقی در آن گفتن او اندازه بود که امروز ما شما به او وقت دیدیم که استاد این وقت در پاکستان مرد وطن گفته، استاد امیر محمد وطن گفته در پاکستان مرد، مثل از او بسیاری که ساروان در وطن گفته در پاکستان مرد، مثل از او بسیار نفرهای دیگه وطن گفته مرد. آقای شریفی مسعود جان امیدم بگیریم از مسنجر، از او مملکت کردن، از او رایی کردن. اما آره که سعی میکنیم، آره که سعی میکنیم که اونا مواستن، اونا مواستن، هیچ کدوم تغییر نکردن، اونا مو آمدن، بازم اونا مو گفت هست، اونا مو آل هست، اونا مو روز هست، اونا مو تر، بخاطر که تاوان را در افغانستان محفلا نیست، تویا نیست، مثلا یا اونا مو تر چیزی که سابق بود آرام، دیگر ما آریان صاحب دیگه خدمت که بگویم که علی آقا چی خواهش کنم یا بتانه که سرزی کار کنن. اول آقا در راز کار از یا خودین یک نفر نیست که آدم سرزی حساب کنه و بگویه که این آدم در موسیقی در شعر در یه بیبامه که آدم کدش برای چار کلمه بگویه که بیادر این امیده موسیقی هر کشور به موسیقی ایچ این نمیشه. من پیشتر هم برای گفتم هویت کشور موسیقی شد و هیچ امکان نداره که کشور چه اسلامی باشه چه غیر اسلامی به موسیقی شدن این نویشن. آره کده امو کده کس که همین گفت بزنی امو کی هست؟ کده کی بگویی که بیادر چرا موسیقی را اطمین بودی؟ آره که سرزی کار کنیم تو چه قسم موسیقی میخوایی؟ تشکر استاد. ما امید قایق مسعود جان امید هنرمند جوانم از آلمان داریم روی خط که اونام دوستای عزیز صفحه مسنجر ما باز است، هنرمندای عزیز میتونن تماس بگیرن. ما مسعود جان امید داریم. آقای امید سلام به شما، بسیار زیاد خوش آمدید. آقای امید متاسفانه ما آواز شما را نداریم. آقای شریف کار میکنه دارین آواز شنه؟ خب برمیگردیم به آقای سپاس. آقای حکیم جان سپاس از استودیوی پامیر در بن. آقای سپاس، شما چقدر چانس میبینین برای هنرمندا در بیرون مرزی؟ آیا استودیوی پامیر در چه وضعیت است؟ شما که یک مدت کمی بی سر و صدا بودین، مژده‌ای دارین برای هنرمندا؟ چه کارهای نو خواهد کردین؟ چطور یک تنظیم داده شوه که هنرمندان در بیرون مرزی کمک شوه و اونایی که در داخل افغانستان هستن؟ نظر شما چی هست؟ چه فکرهایی دارین؟ آقای احریان، من باید باز تکرار ببینیم بدون یک هماهنگی بین انجمنها و تلویزیونها و رادیو و تمام رسانه ها، اینا که یک جای نشن یک قدرت نمیشن.
و تا که ما قدرت نشیم نمیتونیم هر کس برای خود کار کنه. میتونه هر کس، هر انجمن میتونه برای خود کار کنه، اما این کافی نیست. ما در نظر دارم که قصه طالبا بود است و اگر طالب نبود داعش ما، این کارهایی است که از قدرت ما بسیار کم است، ما نمیتونیم به او کدام گپ کنیم. این چیزای سیاسی است، اونا کار خود میکنن. ما باید ببینیم که چه قسم و کدام اندازه میتونیم مؤثر باشیم که تا بتونیم یک جبهه مثبت بگیریم. موسیقی برای من موسیقی سایه که از خرابات است، یا موسیقی پاپ است، یا موسیقی کلاسیک است، موسیقی است. کسی که میخواد که غزل شنوه، مردم غزل بشنوه، باید از سیل گروپ خود، اما گروپی که غزل میشنوه او را نگاه کنه. من خودم شاهد بسیار هنرمندای بزرگ هستم، مثلا احمد ولی جان، یک گروپ که او را میشنوه دائم امرایش هستن، اونا را خوب نگاه کردن، حتی جوان ها به او رجوع میکنن. یک در این رسته باید کار شوه، باید مردم متوجه بسازه. یک نفر دیگه که میخواد مست بخونه و رقص میکنه و آهنگ های بسیار مقبول که آدم میشنوه، اونا هم عقشان است، از اونا زندگی میکنن. یعنی ما نمیتونیم که موسیقی را که موسیقی تج بتیم که این خوب است، این خراب. موسیقی است. از این سبب باید گروپ ها را هیچ وقت نگوییم که این گروپ کلاسیک خانی، باید کلش یک فامیل شود. وقتی که اینا یک جای شدن، او وقت میتونن که قدرت شوند و هر کس با سیل گروپ خود کمک کنه شهر و کار کنه. آقای سپاس، اجازه بدین که مسعود جان امیدم داریم. آقای امید، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه ما. شما برنامه را تعقیب کردین، شما چی نظر دارین؟ آقای آریان، صدای من رو میشنوید؟ بله بله، صدای شما رو میشنوام. تشکر، یک جان ممنون از اینکه مرا در این برنامه سهم دادین و دعوت کردین. با کمال افتخار اول سلام احترامات خدمت شما، خدمت همه هموطنان عزیز ما که همین لحظه برنامه شما را تماشا می‌کنند هستن، و هنرمندای عزیز و گرامی که همین را می‌بینن و صحبت می‌کنن، سلام احترامات را تقدیم می‌کنم. امیدوار هستم در هر کجای که تشریف دارن صحت سلامت بوده، از گزند روزگار بدین باشه. تشکر آقای امید. بفرمایید شما چی نظر دارین در بیرون مرزی؟ از آغاز در جریان رو قسم کالت صحبت های حکیم جان سپاس شنیدم. بله، صحبت های خوب کرد. ما هم به ارتباط بگیم که در قسمت موسیقی افغانستان متاسفانه امروز شرایط کنی افغانستان برای ما شما معلوم است که مادم سیاسی نیستم، سر سیاست هم میمیم سر موسیقی، که موسیقی ما متاسفانه مثل که استاد الطاف حسین فرمودن، استاد حسین بخش، بله، و که به شکل ابتذالی گرفته و بر طرف ابتذال روان است متاسفانه. نه ما داریم هنرمندهای سابق ما و که بودن و موسیقی را از اساسش به اساسش آموختن و یاد داشتن و اجرا میکنن، اما نسل جوان هم ما داریم هنرمندهایی که آواز خوب دارن و سر و بلای مقبول میخوانن، اما یک گره از جوانهای از که خدا دیگه انسان ببینین. آقای امید، ما سر هنرمندها نمی کنیم صحبت، سر از این کمک صحبت میکنیم که شما چی پیشنهاد دارین برای حکومت فعلی افغانستان؟ وضعیت از وضعیت هنرمندا در داخل افغانستان بگوین، چی پیشنهادات نو دارین، چی کمک را دولت باید بکنه، چی کمک را هنرمندا باید بکنه، چی کمک را کسایی که مثل آقای سپاس استودیو دارن، چطور بتانیم به هنرمندا کمک شویم؟ دولت در افغانستان، خودم شخصا این دولت فعلی که در افغانستان است به رسمیت نمی‌شناسم، نه از یک افغان نه از یک هنرمند. متاسفانه موسیقی و مثل دیگر هنرهای زیبا در افغانستان در خطر است، هنرمندا همچنان حیاتشان، هنرشان، و یک دوره تاریک دوباره متاسفانه در وطن عزیز ما برقرار شده. امیدوار هستم به زودی پایان بیفته انشالله، و
ما قسمی که ما با دیگه هنرمندای ما که در خارج از کشور هستیم هر نوع کمک از توان ما باشه ما در خدمت هستم. و دولت آلمان هم قسمی که معلومات دارم در تلاش از یاست کسایی که هنرمندایی که در اوج در افغانستان اقامت دارن و زندگی میکنن حیاتشان در خطر است، هنرشان در خطر است که اونها هر چیز زودتر کمک کنن که با آلمان یا به کشورهای اروپایی و به کشورهایی که امنیت برقرار است اونا را کمک کنن که خارج شوند. اگر که کار ساده است وقت زیاد به کار است دیگه به او خاطر ما هم هر کمکی که از توان ما برای ما چرا نه ما هم به خدمت است. و دولت آلمان هم ما هم چنون تقاضا میکنم قسمی که دیگه دوستا و برای ما پیامای روان کردن که پیشنهادایی کردن که دولت ما همه با هم هنرمندایی که در خارج هستن با هم متحدانه و دولت آلمان تاکید کنن که اگر هرچی زودتر و بهتر افغان هنرمندای افغانی را در داخل افغانستان کمک و حمایت کنن هرچی زودتر حیاتشان در خطر است نجات داده شوند که از افغانستان خارج شوند. خب اجازه بدین که از آقای استاد حسین بخش بپرسیم همین نظر شما را. استاد اگر قرار باشه که همه از افغانستان براین، هنرمندا هم براین، مثلا فرانسه اونا در روبروی سفارت فرانسه تجمع کرده بودن، نظر شما چی است؟ بهتری است که مبارزه در داخل افغانستان صورت بگیره، قسمی که خانم‌ها استاد شدن و برای حقوق خود مبارزه کردن، شاید آهسته آهسته این مبارزات نتایج بده. نظر شما چی است؟ آیا هنرمندا در داخل افغانستان تجمع پیدا کنن، اینجا از بیرون هنرمندا کمک شوند تا در اوجا آواز خود به مقامات طالبان برسانن که فرق بین موسیقی خوب و بد داده شود و موسیقی هایی که در اوجا اساسات موسیقی مراعات میشه از رادیو و تلویزیون افغانستان پخش شود؟ راه نجات به نظر شما چی است؟ راه نجات در فرار هنرمندا هست یا در این که آهسته آهسته با طالبا کار شود و شاید در بین طالبا علاقات پیدا شود که به این سوالات گوش بتن و پاسخ بتن و از درون کشور آهسته آهسته شرایط بهتر شده برای؟ نظر شما چی است استاد حسین بخش؟ اول ما براتون بگویم که امروز ما وزیر خارجه قطر یک صحبت شنیدم. بله. که وزیر خارجه قطر طالبان میگه که ما الگوی مسلمانی اصلا کشور قطر است. شما از کدام کشور شما پیروی میکنید که شما این زن را در مکتب نمیمانید، دختر را در کار نمیمانید، کار نکنید، نکنید، شما از کدام جای از کدام پیروی میکنید؟ خب در قسمت از این آریان زن شما راست میگین که فرار هنرمندان از مملکت یک زمینه خوبه برای از ما هنوز هم پیدا میشه که نقلات گرم موسیقی جمع شده داده کنند. بله بله خانه کدام نوازنده است نهی و از طرف دیگه از دل هنرمندا میاییم، از دل هنرمندا میاییم که و شب و روز خود در خطر میبینن، شب و روز خود در فکر عزیزتن که ما اگر قرار آریان صاحب قرار اطلاعی که از کوچه خرابات دارم دو تا کسا از این هنرمندا در کارتی نو برای یک محفل رفته بودن. بله. پوتکلا در اون محفل رفته بودن. خدا میدانه که طالب از کجا خبر شد آمد به جان ازیا. به جان ازیا آمد یار در اون محفل که زنانان بود. بله. و من یاد کرد. و سازا یک یارم تکه تکه کرد. و ما کش کرد گیته به سر یار بکشن همین سیاسارا اصول کاری کردن نکو و او در زمین افتارن گوچال به لگرتن بد کردیم اگر دیگه مالد ساز دیدی باز بکش اینو تو رم جانشان در خطر هست این خما ماست یا دیگه هنرمنده هایی که در اینجا هستیم شکر آرام از دل از او هنرمنده ها که امروز بیشتر همین آقای امید یک چیز را گفت که به شیریان دجن
همین پروگرام گرفته که اون هنرمندار زری آلمان اون هنرمندار بکشن. امیان دم کوچی خرابات مرخانه اید است که بگم ما دیگه سیبت خلا شویم، ما دم یک مملکت داریم اقلا یک نفذ مارات بکشیم، امی پر بال ما خواهد شود. حالا خب یادن سازای ما دفن است، با خدا تو میفهمی دیوالا رو کندن سازای با دفن کردن. اگه میگه من تصویرش برای تراهی میکنم، وقتی که سازای با در دیوال دفن میکنن میگن کی ساز نیست، ما خود دفن کردیم در دیوال. پس کجاییستی؟ کجاییست امیدواریست؟ متاسفانه بلی آریان سید ما اونرمندار رو بگویم که ای اونرمندار نبراییم که زمینه مسائل بردی ها میشه که دگر دگر موسیقی خلاص میشه و یا اولم فتح نصد میشه که موسیقی دگر از افغانستان کندیم. خب میگه بگر تو کنم مملکت آرام هستیم، بابا جان ما شورو در خطر هستیم، ما اصلا بیرو برامده نمیتانیم، خاصتا همین اونرمندار نامدار استفاده میکنیم بیرو برامده نمیتانیم. پس اصلا درست میگن دگیر ظالمی که این کار رو از بین نبرد. متاسفانه مشکلات بسیار زیاد است. اجازه بدین که برای اینکه یک کمی تنوع خلق کنیم یک کلیپ بسیار کوچکی را از گشایش استودیوی پامیر داریم که حداقل بیننده‌های عزیز هموطنان گرامی ما با استودیوی پامیر کم و بیش آشنا شوند. این کلیپ را می‌بینیم و برمیگردیم با مهمان‌های عزیز و بیننده‌های عزیز. بله آشر پسندتر. خب آقای سپاس برمیگردیم به شما. شما صحبت‌های استاد حسین بخش شنیدید که واقعا بسیار زیاد متأثر کننده است. یعنی هیچ امیدی نیست برای تجمع دوباره هنرمندان در افغانستان. نظر شما چی است؟ ما تشویق کنیم هنرمندان را که نه از افغانستان فرار کنند یا بپیوندیم به مقامات آلمانی و فنلندی و جاهای دیگه، یا پیشنهاد دارین برای خود هنرمندا که بتونن هنرمندا را در داخل افغانستان کمک کنند به مقاومت تبدیل شوند تا یک راهی یا یک روزنی از داخل کشور برای خود باز کنند؟ این شما چانس برای هنرمندا در داخل افغانستان میبینین که مقامات طالبان را قناعت بتن به این که فرق بین موسیقی خوب و موسیقی بد شود و موسیقی از دیدگاه کسانی که در موسیقی وارد هستند، صاحب نظر هستند در مورد سابقه موسیقی، با این یک چانس برای رشد موسیقی در افغانستان میتین؟ و بالاخره جمع امی سوال که شما چقدر تهدید برای آرشیف موسیقی افغانستان خصوصا در تلویزیون ملی و سایر تلویزیون ها میبینین؟ نظر شما رو میخوایم داشته باشم. من فکر میکنم طالبای 91 یا 86 تا این طالب ها یک تفاوت است بینشان. اگر بین خودشان تفاوت نیست، اما او دوران اینترنت وجود نداشت، بسیار وقت هر کار که میکردن ماها افتا دوام میکرد تا مردم خبر بشید. امروز هر خانه، هر شخص، هر هنرمند میتونه که در روی صفحه حاضر شوه و نظر خود بگوید در فیسبوک، در دیگه چیزای مجازی که صورت داره میتونه این کار کنه. یک برآمدن هنرمندا از افغانستان این یک حل موضوع نیست. چی کنن که در خارج بیان؟ در خارج هم او بازاری که دارن که از او زندگی کنن نیستن، اصلا نمیچله. خود استادم پیشتر گفت نه کسی غزل میشنوه و نیستم یک موسسه که کارا را یعنی مایه کنه و از او سرپرستی کنه. تنها چیزی که من میبینم مقامت باید از طرف هنرمند خودش، یک هنرمند هنرمند است، می نوازه، غزل میخوانه، او برای چی ساخته نشده که برای کلاشنیکوف بگیره و در مقابل طالب های استاد شود. اما اونم قسم که خانم ها براین و نظر خود میگن و از خود دفاع میکنن، اینا هم باید کنن و ما هم باید از خارج اونا رو کمک کنیم که بر از اونا یک زمینه مساعد شود که مثل سعودی عربی هم در دیگه جایی که هست که اینا بتونن ساز کنن. ساز شکل بسیار شکل مبتدل داشت در افغانستان اواخیر که در دوران اشرف غنی و یا
اصلا او قابل قبول نبود، شو بود. بدون از اینکه من کسی را چیزی گفتم بخوایم بگویم، یعنی ما مردم سنتی هستیم آقای آریان، نمیشه که به رقصان و به جنبان این گفت. اگر خوش هم داشته باشیم ما در آلمان کلان شدیم، اما وقتی که اولاد یا فامیل یا باشه باز فکر میکنم که اینا یک کار میکنن که واقعا طالب میگه که این ساز امی ساز اگر امو ساز است نمیخواهیم. بله بله، اگر انتقادات هم بسیار زیاد است. بله بله، سپاس کار موسیقی هم یا نامت کردن. بله آقای شریفی اگر میشه استاد بگیرین و نام میخوان. بله استاد، واقعا یک تعداد کسایی که در هر مسلک و هنر یک تعداد اشخاص غیر عرفایی داخل شدن که ما با شما هم نظر هستم، یک تعداد کسایی زیر نام هنر و هنرمند در ایران به اصطلاح کاسبی کردن. آقای امید میخوایم نظرشون داشته باشیم که آقای امید مسعود جان، متاسفانه ببینین در همین مدت یک آواز از هنرمندای ما، خصوصا هنرمندایی که مستعد هستن، تنها اگر در رسانه های اجتماعی بلند شده باشه کجایی را نمیگیره، ولی متاسفانه هنرمندای ما بسیار به اتحاد و به اتفاق هستن. یعنی خودشون کاران بود دیگر پروای هنرمند داخل افغانستان هیچ ندارن. ما به می خاطر این برنامه را گرفتیم. ما داریم بسیار هنرمندای سرشناس در بیرون مرزی داریم، در امریکا، در کانادا، در کجا و کجا و کجا، ولی متاسفانه در این مدت ما هیچ صدایی را از هنرمندا نشنیدیم که بلند شوه، هنرمندا را کمک کنن، راهنمایی کنن. اگر تنها با این بسنده شویم که ماولا دولت آلمان یا دولت فرانسه یا آمریکا منتظر بانیم که هنرمندا را بیارن، گفتی آقای سپاس اول که کار نمیشه باز که شوه چطور موسیقی را بتانن بمیشه بخورن. نظر شما چیه؟ چرا هنرمندای ما اینقدر به اتفاق هستن؟ چرا نمیتانن هنرمندا را حداقل کمک کنن؟ ولی متاسفانه آقای آریان امیدی واقعیت است که نه تنها هنرمندا، در مجموع ما افغان ها بگوییم، مگر چی برامه واضح است که این امی شکست و امی حالت که در افغانستان فعلا برقرار شده علت دی است به اتفاقی ما است. اتحاد نداریم که اما ما افغان هستیم. همه میگه که تو پشتون، تو تاجک، هزاره، تو ایماقی یا ترپن، اما افغان باید با هم اتحاد باشیم و نیروی ما در وحدت ماست. اگر چی هنرمند است، چی کارگر است، چی نجار، چی دیقان، چی معلم. شما چقدر مشخص هنرمندا را ملامت میدانین که در این سالهای آخر یک تعداد زیادشان پول اندوختن ولی به مسلک های خود هیچ کمک نکردن؟ منفی است به این وضع که آدم میبینه از هنرمندای اروپایی و امریکایی که چقدر اینا با هم متحد هستن، چقدر به یکدیگر احترام قائل هستن، قدر میتونه یکدیگر را در کنسرت های یکدیگر اشتراک میکنن. این نمیدونن، هر کس میگه که منم این بس خود آدم از خود آدم. من تا اندازی توانم که بوده حتی از طریق آهنگایم، اشعارم، اگرچه زیاد تعیین و تغییر شده، مثلا کوشش کردیم که آهنگ قیامت من شنیدیم که شعرش از برادر اشمت جان امید است که آهنگ قبل از آمدن طالبا ضبط کردیم، مثل یک پیام برای همه که این یک روز آمدنی است، باید با هم اتحاد کنیم. و بعد در هر مصاحبه ما شما شاهد هستیم که امیر گفتیم زنده باد وحدت ملی بین همه اقوام با هم برادر افغانستان، نگفتیم که اما افغانستان. و اگر کل متحد شویم، اگر موضوع کمی سیاسی بسازم، اگر آدم ببیند که طالبا 50,000 طالب است، اما نفوس افغانستان ببینیم که چند میلیون است. اگر هر کس با یک سنگ در دست خود، با یک چوب بلند شود و قیام کنه، از حق خود دفاع کنه، چی مرد، چی زن، چی هنرمند، چی کارگر. ببینیم آقای امید، نگوییم سنگ و چوب، چرا با زبان دفاع نکنیم؟ تا که ما بجنگیم. حال شرایط همی است، ما به می خاطر در جنگ نیست. من مثال دادم در یک فیسبوک موضوع مضمون نشته کردم، بسیار زشت و توهین‌آمیز آمدنای چیزایی گفتن که دیگه بعد خود جرات نمیدید که همون کلمات کنوا گفتن از کلمات زشت به زبان بیارم. خب به هر حال منظورم از جنگ نیست، منظورم از دفاع کردن از بوق خود است. ما شما شاید انقلاب کبیر فرانسه هستیم که
چرا انقلاب کبیر فرانسه شد؟ علتش چی بود؟ مردم به صورت از یه موضوع را که گفتم که قیام کردن که برادر تو به شکم سیر در اروپا شیشتی، تو عیش نوش میکنی و اترو تو را چه پشت کار تو برو آوازخانی تکو تو را مردم یه قیام که به شکم کشنه. گفتم برادر در فرانسه چه؟ تو مردم فرانسه هم همین گرسنگی و فقر و ظلم و ستم زیاد شد که اینا برخواستن که لوی 16 را شکست دادن که برآمدن. لوی 16 گفت که مردم چی میخواین؟ سوال کرد. گفت که اینا میخواین نان، گفت برن کلچه بخورن. اونا توان از این ندارن که نان خشک گیرن نان بخورن، تو میگی کلچه بخورن. این شرایط فعلا در افغانستان است، مردم از فقر است، بیچارگی است، حتی فرزندهای خود عزیز دل خود، توتی دل خود، مادرها و پدرها به قیمت فروختن به خاطر اینکه از مجبوریت بوده، چون اقتصاد ضعیف توان نداشتن. بگو خود این حاله مزوری میست که همه با هم اتحاد کنن که بی از قربانی دادن پیروزی نیست. در حالت تشکر. اجازه بدین که نظر استاد حسین بخش هم داشته باشیم. آقای حسین بخش، شما درست است که از مشکلات هنرمندان در داخل افغانستان گفتین، بسیار زیاد مثال های جدی هم دارین. از نظر شما مثلا تقریبا مدت 2 ماه میشه از آمدن طالبان به افغانستان، ما در عرصه موسیقی صحبت میکنیم، توقع شما از استادان موسیقی، از استادان هنر، از نویسندگان، از نخبگان چی هست؟ چی گونه؟ تا حالی که هیچ چیز نکردن، آیا اونایی که میدانن بیاین بگوین در مورد موسیقی، در مورد موسیقی خوب بد، موسیقی از نظر اسلام، موسیقی از نظر حضرت مولانا؟ آیسته آیسته بالاخره قسمی که در سایر کشورهای اسلامی مثل ایران و عربستان سعودی و مصر و اینا که بسیار گپش بالا هست، بالاخره یک روزنه پیدا شود. شما چه پیام دارین برای دانشمندای ما، برای هنرمندای ما؟ صداقت مندانه بگوین که غیر از شما که ما دیدم در صفحات اجتماعی زیاد تپیدین، دیگه چرا خوابیدن؟ خب در قسم آمانده اول بگیره بردان بگویم که یک دلسوزانی کار دارن که باید که دل خود سر از دون مردم بیچاری از شهید خرابات خود بزرد. ما آریان سه فکرتان باشه که من هر چیزی که میگم از خرابات خود گپ میزنم. بله. بخاطر امروز من امروز حالت خرابات دیده ندارم. بیچارگی که امروز در موبین خرابات است او رو من دیده ندارم. شب و روز من فکر ما عطا خراب است. ما در موبین آلمان آمدم، من بیره که آل آمدم. یک شب جناب فخیزاد است کمرای خدا گرفت آمد در خانه افیز بند برای ثبت من. هر قدر که ما گفتم هم گفت که نه دیگه باید دیره باید که ثبت کنیم. شما اعتبار میکنید که اونو بیجه من نیم ساعت صحبت کردیم و خاندیم. یادم نیست که من چی خاندیم. اما صحبت فکر میکنم بدل من نبودن. خاندن بدل من نبودن. فکرم طرف مردم خرابات خراب. این حالی همین گفتی که شما میگین که مبارزه شما من بازم میگم سر خرابات میگم. یوم یک شکم پر میخواید. یوم یک نان خوب میخواید. در حالی که طرف اولاد خود سعی میکنن. اولادی به چی حال است؟ نیست. سوال مدری بود که مبارزه از اونا نه. کسایی که گفتم برون از افغانستان هستن. اینا چه پیام دارین برای اینا؟ اینا چرا خاموش هستن؟ مثلا اینجا ما داریم استادایی داریم که اگر اونا جسمن داخل افغانستان نیستن ولی پیامشان، صحبتشان، استاد آرمان داریم، استاد مددی داریم، استاد ناشناس داریم، استاد آصف داریم، اینا چرا سکوت هستن؟ اینا چرا از مسلک خود، از همکیس خود دفاع نمیکنن؟ ما از این برنامه سازی فقط یک پیام میتونیم داده، بیشتر از اون نی. خب دیگه من بازم براتون میگم که یک دلسوزانی کار داره. یک محبت کار داره، یک چیز کار داره که انسان درک کنه. اگر هنرمند هستی درک کن هنرمند بیچاره دیگر. تو در چی حال هستی؟ در چی حال هست؟ درکش کن. اونمو درک از یا نیست. اونمو درک یا نداره. پس اونا بود من که سیده تو من چی کنم دیگرها را دیگرهای دوان را که از چی که باشن. ولی ای کاش که یک داتا هنرمند اینمی تاریب خود را نمی کنم. اینمی گپ من را داشته باشن. اینمی دلسوزانی من را داشته باشن. اینمی رنج من را داشته باشن.
که من ما صبح که میگیدم فقط درنگ است و مذاب است و چی کنم؟ چی کنم که من یک بدانم یک چیزی که در جا کمک کنم؟ یک کار خیلی از رو کنم شبه که در جا کنم برای که نگران به چه پسند دیگه؟ بله، خب این صحبت ادامه میتیم. اجازه بدیم که یک کلپ کوچک از استودیو پامیر نشر کنیم و یک آگاهی نشر میکنیم، برمیگردیم با شما بیننده عزیز. از لطف و مهربانی که دکتر امیم و حکیم جان کردن و از قدردانیشان بسیار تشکر میکنم و ما این افتتاح این استودیو را با برادر بزرگ ما میرجان واگذار بشم، برای اینکه از ما که در موسیقی هم چند قدم چند سال پیشتر شروع کردن و تجربه زیادتر دارن و ما از اونا خواهش میکنم تا این استودیو را افتتاح بکنم. دستگاه چاینات میکسر است که از اون اتاقی که شل دیشت است که آواز نکاس نمیکنه و آواز از بیرون هم داخل نمیشه، چرا میکروفون هایی که آواز یار ثبت میکنه بسیار حساس است، بسیار باریکی زیاد میگیره که آواز موتر یا هرچی باشه آواز حتی تونبند آرام نیست یا آوازی کلی تاثیر داره، از اون خاطر اتاق ثبت جدا میکنه. هفت تا هشت تنها تبله است با تمامی گت میشه در یک موزیک با کنترول هر چینل آبایده اینجا هر چینل آبایده اینجا کنترول میشه. با دردی من کسی چونا شنا دیگیتال ثبت میشه، بعد از این میره در فابریکه که کستار رو ثبت میکنه، او دیگه علایده کار است. و اینجا یک چی داره ما در بغل استاده است که در یک ساعت 21 کستار ثبت میکنه و اگر برای مقدار کم کفایت میکنه، اما وقتی که زیاد شده مجبور است آدم یک فابریکه رو بده که زودتر ثبت شد. این دستگاه ساوند آواز است. و تو را بگو آمین که ما بفهمیم خلاص. آمین. عزیز ما یک کلپ بسیار تاریخی را از استودیو پامیر نشر کردیم که شما هنرمندای بسیار خوب ما را در این کلپ دیدین. از آقای سپاس می‌خوام بپرسم که حتما پلان‌های نو دارن، می‌خوان کارهایی در راستا انجام بدن. آقای سپاس چی مجری دارین برای هنرمندای ما؟ میگن که شما بسیار در این روز مصروف هستین، مصروف بسیار به پا. خیلی ممنون.
خب آقای آریانه تو بود که در 2001 که تلویزیون های زیاد در بینظر 2001 نمیریم فیلم چی میکنین؟ ما یک استوب کردم برای از اینکه تلویزیون زیاد بود تقریبا 56 تلویزیون رسانه ها بود و ما ضرورت ما نبود راستی نبود از اون خاطر ما کارهای خود متمرکز ساختیم برای آلمان ها تنها اما فعلا من میبینم که اشد ضرورت است که ما پس فعالیت خود شروع کنیم و این فعالیت هم ما بسیار کار رسمی میخواهیم که کنم او عبارت از ایست که اول تمام انجمن ها از طرف ما یک انجمنی که دارم از 2004 به این طرف فعال است فورد افغان فی افغانش میدین ما میدیای افغانستان حمایه میکنیم هر کس باشه هر جای باشه او را حمایه میکنیم از طرف انجمن ما خط و برای تمام انجمن های سینماگرات تمام افشار و نرمیره و از اونا دعوت و عمل میاد که اونا امرای ما صحبت کنن بشینن که در یک جای یا همبورگ یا یکی از شهرها میشینیم صحبت میکنیم البته باید ما بگویم که ما امرای آلمان ها قانونی کار میکنیم که هم وکیل دوا دو حضور داره و هم از طرف وزارت مالی آلمان اونام کار میکنیم ما نمیتونیم ما متوجه استم که امی انجمن افغانستان و هنرمندهای افغانستان چقدر زحمت میکشن و دائم میشینن و میگن هم بیت راگتان هم پنگ اورو رو لطفا بتین چقدر این شرم‌آور است برای اون هنرمند که نام خدا هنرمند میگه یک قوطی سیگارتش 7 اورو میشه یا من نمیفهم چند است نمیتونه یک پنگ اورو هم وجب بده اما این دسر از این موضوع ما نمیپیچه ما نمیخوایم که این اسم برای ما تولید شوه که من اونا را خواهش کنم که پول بده بدون پول آقای آریان هیچ کار انجام دادن نمیشه نه یک تلویزیون نه یک رسانه ما اول همی غم پول از این از طریق آلمان ها خوردیم و میخوریم تا جایی که میفهمم انشالله و تعالی کله و بعد از او اگر اینا همکاری کردن امرای ما سیایی لشکر نیاید به کار من نمیتونم که ایده و نظر افغانا را حال توسط امروز که پامیر شوری آمده باید تغییر کنم نمیکنم من میشناسم خوب مردم من اقلا هنرمندا را بسیار خوب میشناسم هر کدامش میشناسم برای هر کدامش احترام قائل هستم تنها من کار خودم میکنم کار من ابو 1991 هم که شروع شد تا بال به اندازه ارشیف یعنی غنی است ارشیف بومیر استودیو که امیدوار هستم که یک روز یک دولت به جا افتاده دموکراتی باشه که همین ارشیف بر از اونا بتم که ما در قبر خود چیز رو برده نمیتونم اما ما میخواییم امرای استودیوهایی که در دور و دور ما هستن در مخصوصا استودیوهای افغانی و هنرمندایی که کت استودیوهای افغانی هم کار هستن کار میکنن به تفاوت کدام استودیو افغان باید در استودیو افغان خود بره این یک گپ بسیار مهم است که پول در موسیقی وجود نداره در موسیقی افغانی یعنی موسیقی یک اندستری است بدون پول هیچ چیز نمیگرده هیچ چیز چرخش نداره نه گردش نداره از این سبب هنرمندا مجبور مکلف میشن که خود رسمی درش کنن و بیان مالی خود بدن همین قسم سالونا خب بله خب پس مژده شما ای است که شما فکرهایی دارین تا یکی دو ماه دیگر کارهای شما سر و سامان میگیرن بله. شما موافقت آرزو میکنیم بله. میگم یک در بسته و صد در دیگر انشالله درها در داخل افغانستان هم باز خواهد شد مردم خاطر گفتم که به می خاطر گفتم تنها راه نجات این نیست که ما همه فرار کنیم با فرار قشرهای روشن فکر از داخل افغانستان بسیار کشور ما ضربه خوردن تمام مملکت خالی شده است اما طور که آقای امید گفت ما باید کشور خود بسازیم ما باید در صحبت و گفتار و مفاهمه و اینا را باز کنیم بالاخره همین طالب ها یک واقعیت است که بلند در داخل افغانستان وجود دارن و همه طور که خانم ها استاد شدن و قابل تقدیر هستن از خود دفاع کردن و امروز تا یک روزنه برشان است امیدوار هستم که هنرمندای عزیزم موافقت های در این راستا داشته باشن ما آقای آدم ببخشید من نمیخوایم که غلط فهمی شوم من در
خود موسیقی، در طرز موسیقی، در طرز که چیز نواختم که خواندم اصلا سرکار ندارم، او یک کار جداگانه است. تنها کاری که من دارم که اصلا تاداب موسیقی افغانستان از سابق و سابق غلط مانده شده، یعنی وقتی که پول نباشه هر کس بر خود پیسه رو بگیره در جیب خود زندگی خود رو تعیین کنه، این کار است که اصلا اشتباه است. از اون سبب من کوشش میکنم که با گروه، با تمام دوستایی که همراه من همکار هستن، که یک تغییرات در این راسته بیارم. بسیار خوب. یک بیننده را ما از طریق تلفن داریم، بفرمایید شما خود معرفی کنین. چی می‌خواستم بگم؟ بله آقای سام، سلام و احترام به شما. تشکر، زنده باشید. نظر بسیار خوب دادن واقعا. و من اول شما را ناصرجان شما نمی‌دانم. بله. اما من خود طالبان که اصلا مثلا موسیقی اصلا خوش دارم. خود اصلا موسیقی نیست، مثلا اصلا نمیگی. بله. اینا تایید میکنن که ما میخواییم اصلا نمیگی کنیم مثلا. خودش یک دول هست، مثلا یک سرمایه هست، به اون یک تنه میگی میشه. به یک قسمت چی میگن اونرمند های ما؟ خب ما آقای سام در کل اینطور گفتیم که امی بحث موسیقی از طرف اونرمند، از طرف دانشمندان ما شکر داریم استاد بزرگوار استاد لطیف ناظمی را داریم که در این راستا یک مضامین بسیار بلند دارن، موسیقی را از دیدگاه حضرت مولانا در چندین صفحه نوشتن. اینجا جایش نیست که بگویم که حضرت بزرگوار مولانا چقدر از موسیقی و سما تعریفای کردن. حالا ما امی بحث به می خاطر باز کردیم که در کدام آیت آمده، در کدام حدیث آمده. بله بله. این خدمت ارام است. اینا اول اینا برای مردم تشریح کنن چرا موسیقی را ارام بگن. بله بله، گفتم امی در ما مفاهمش تو ما انشاءالله در برنامه های آینده حتما از طرف طالبا هم اشخاص را دعوت خواهد کردیم که نظریات اونا را داشته باشیم. در ابتدا هم گفتم که تنها رای فرار و فرار و فرار بالاخره رای نجات مملکت نیست. تمام کشورها مبارزه کردن. از نظر شما آقای حساب در تمام جای هست، نه مملکت اسلامی مثلا، نه به طور مثال موسیقی که باعث فساد میشه نه، اما موسیقی که واقعا بر خود هنرمندای افغانستان، بر هنر افغانستان کم ضرر نمیرسونه، باعث موسیقی باشه. به غیر از هنرمندای خرابات ما اونا دیگه چی کار کنن؟ به هیچ کار کردن هم میتونن بجز این موسیقی پیششان هست، کارشان هست و این رو که نکنن کنن از گرسنگی چرا از بین میرن. این خوبسار بر تمام نرمندهای ما خطر دار. یقینا آقای احسان نظر شما بسیار معقول است. ما به میخاطر این برنامه را اختصاص دادیم که آواز از هنرمندای عزیز ما، از دانشمندا و اینا در این راستا بلند شوه تا آهسته آهسته به یک نتیجه برسند. در برنامه آینده و خیر و خوبی یک طالب بخواهیم، یک طالبی که در این وارد بفهمد از باید این سوال کنیم شما. خوب امی آوازها بالاخره به یک جای خاطر رسید. تشکر آقای سملات کردیم. خب استاد عزیز، استاد حسین بخش، شما نظریات شنیدین. اگر متاسفانه هارمونیه در پولی شما هست ولی آواز درست نمیه از طریق زوم، اجازه بدین که یک کلپ بسیار کوچک از شما نشر کنیم که موسیقی هم باشه و اونایی که هم آواز شما را دوست داره، شما چی محافل زیبایی را در سراسر اروپا دایر کردین. ما خود ما بیننده و شنونده شما بودیم ولی امشب چانس نیست که از شما لایف بشنویم. یک کلپ کوچک شما را نشر کنیم، باز صحبت خدا جنبندی میکنیم. آقای امید شما هم باشین. Thank you.
عزیز آهنگ زیبای را از استاد حسین بخش پخش کردیم. در اینجا ما با شما خداحافظی میکنیم و کلام آخر را با آقای استاد حسین بخش و آقای سپاس میگذاریم که پیام های آخر خود را بگوین و برنامه را اختتام بدیم. آقای سپاس شما هم هستین، یکی دو دقیقه دیگه وقت داریم. خب از شما تشکر میکنم. واقعا اینمی کار که شما کردین این موتیواسیون میشه، آدم تشویق میکنه که کارهای خود پیش بره. یعنی یکی ما بدون دیگه ما هیچ چیز نیستیم، باید یک جای شویم، اتفاق کنیم، گریز یا از سنگر گرفتن در مقابل یک چیز جبه گرفتن اشتباس، باور کنیم که طالبا وقت قوی میشن که ما شما امرای یکی دیگه خود اتفاق نکنیم ضعیف شد. از این خاطر امیدوار هستم که در آینده کمکایی که ما میکنیم بدون از اینکه شما ما را همکاری و امرایی کنین هیچ وقت ما نمیتونیم در یک نتیجه برسیم. تا
تشکر. استاد شما چه پیام مشخصی و طالبا دارین؟ از آدرس هنرمندای افغانستان یک پیام بدین که چه میخواین، چه پیام دارین؟ تشکر آقای انصر به نازنین که میشه بوده این برنامه زیبایتان ما را دعوت کردین تا از این طریق ما یک کمک بار درد دل راز دل خود را گفتیم بر بینندهای محترم و شنوندهایی که امیال ما را میبینند. تشکر از شما هم. و به می امید هستیم که خدا بخواهد که اوام کمک بار طالبان به این گپ راضی باشند و شوند، بفهمند که مملکت به موسیقی نمیشه. و واقعیتشان اگر موسیقی که در چند سال چند ماه پیشتر در افغانستان بود، خدا بود موسیقی را دیگه نشناخته و آدم اندام. بله باید واقعی بین باشیم، انتقادات که هست را هم باید بگویم. بلکل چرا نه؟ بله. چرا نه؟ ما پیشتر برای شما گفتم که موسیقی را بدنام کردن. امروز موسیقی را آلمان در پایان دیگر یک برای شما میزنم. در زمان ظاهر خان که ما او وقت نبودیم، در زمان داوود خان، در زمان ادب دموکراتی، چرا موسیقی رو او صدای مردم نمارد که موسیقی حرام است؟ بخاطر این موسیقی داخل یک چوکات بود. بله. کسی ابن خواب نمیکرد. حالا خواهد چوکات برامده. بسیار به بیره ها رفته بود یقینم. ببینیسه. ما یک چیز دیگر هم پیشتر دوستاد اتحاد اتفاق کردن. ما برای شما بگویم که هنرمندان سابق ما چی در خرابات چی بیرون از خرابات بسیار اتحاد اتفاق داشتن، بسیار یکی دیگر احترام داشتن. ما خودم در سفارت شان رفتیم، پدر بزرگوارم در سفارت شان تا اتحاد شوروی رفتن تا یا بسیار یک اتحاد یک ایا یکی در بود برشان. ولی حالا که سعی میکنه بیاده تو سایت ها رواز که یکی دیگر چی کچه ناسلا میگن، یکی دیگر چی دمو نشنا میتن، یک لاک موسیقی شد با این موسیقی نرام بگوین دیگه چرا نگوین؟ بله آینه را به طرف خود هم باید هنرمند ها بگیرن راستی یک تلاش شد به خاطر موسیقی اصیل، به خاطر موسیقی فولکلور، به خاطر موسیقی تصوفی، به خاطر موسیقی که واقعا پاک و مقدس است. همین پیام را بدیم. تشکر استاد، امیدوار هستیم که این برنامه اندک از هزاران و هزار مشکل یک مشکل را گفته باشیم در اینجا. ما شما همه از شما بسیار زیاد تشکر. در کشور زیبای فنلاند تشریف دارین. بله بله سپاه، در فیلنگ هستم. بله زندگی خوش میگذره، هنرمنده ها هست خودتان اوجا غیر از شما دیگه هم هنرمنده ها هست یا خیر؟ فقط اینجا یک محترم آقای زمانجار نسیمی است که یکی از هنرمنده های سابقه دار است که در رشته جاز و رشته کسیو به اسلام دیپلوم گرفته از اتحاد شوروی. امو کت ماست و یک جوانم بنام اجمل پاسا نمی فلن کت ما هستن. بسیار خوب، انشالله بخیر بین تشریف دارین آلمان بین. بسیار زیاد تشکر از بیننده های عزیز در اینجا. ما از آقای احمد شریفی که بسیار زیاد زحمت میکشن خصوصا برای برنامه ما که بسیار جنجالی هست و این بسیار بر زحمت میکشن که این برنامه از نظر تکنیک و در استودیوی مرکزی ما از فرزاد جان بسیار زیاد سپاسگزاری میکنم. در کل از شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان دوستای عزیز، شب و یا روز شما در هر جایی که هستین بخیر باشد. استیتیش سان میدیسن، کلینیک مدرن دندان پزشکی در قلب شهر هامبورگ، گنز مارک شماره 33، با سرپرستی دندان پزشک مریم تالی، دکتر دندان دیپلوم از دانشگاه شهر هامبورگ، متخصص امپلانتولوژی یا کاشت دندان و مواد آلمانی. استتیش سان میدیسن یا زیبایی دندان پزشکی. در این کلینیک با تکنولوژی امروزه و کاملا جدید عمل جراحی دندان، حسب کشی، پر کردن ریشه دندان،
تداوی لثه دندان، سفید کردن و تمیز کردن دندان ها اجرا می شود. در این کلینیک کلیه امور در داخل لبورها و سیستم اصل آلمانی اجرا می شود. کلینیک مدرن دندان پزشکی استیتیش سان میدیسن در قلب شهر هامبورگ، گنزمارک شماره 33. فلیزن مارک تن، گشایش جدید مغازه کاشی و سرامیک با انواع مختلف کاشی برای آشپزخانه، حمام، اتاق پذیرایی، برای دیوار و زمین، به انواع و رنگ های مختلف با کیفیت عالی، دیزاین های مختلف. همچنان اضافه بر اجناس داخل مغازه، سفارشات اختصاصی شما از کشور ترکیه و ایران در اسرع وقت آماده می گردد. آدرس: فلیزنمارکت تاپن، تاپن رینگ 2، هامبورگ. شماره تلفن 0151 45 44 82 20.